زمستان است. شاید این فصل را کارخانه دار و کارفرما کمتر احساس کند، بلکه هم احساس نکند. اما طبقه ای را می شناسیم که به واقع این فصل بر سر تا سر روزگارشان سایه افکنده و بس و احوالشان چنان دشوار است که امکانش یک روز تجربه زندگی همچون ایشان را می باید. آری، یک روز. به تاریخ که می نگریم بسیاری جدلها بر سر احقاق حق این طبقه کردند. روزگاری به نامشان جهان را به خیزش در برابر مسببان سلب حقوق این طبقه فراخواندند و در پی انقلابی عظیم مرزها را در نوردیدند تا رؤیای برابری را به واقعیت مبدل کنند و دیگر حقوقی از دست رفته باقی نمانند. روزگاری هم به نامشان حکومتها برپا داشتند و دیری نپایید که با چکمه‌هاشان پا بر روی همان حقوقی نهادند که وعده تحققشان را داده بودند. به کتابخانه ها که می رویم و به قفسه های آن که می نگریم با انبوهی از کتاب ها و نظریه ها مواجه می شویم که به نام این طبقه نوشته شدند. اما با همه اینها و حتی کوشش های صورت گرفته هنوزم هستند سرزمین هایی که حقوق این طبقه در آنجا چنان به محاق رفته است که مثال گوهری گرانبها دست نایافتنی می نماید. در سرزمین من نیز اوضاع نامطلوب و بعضاً اسفبار این طبقه را می توان با مروری بر اندک اخبار رسانه ها دریافت. در سرزمین من چنان که مشهود است این طبقه نه تنها از کمتر حقوقی بهرمند است و حتی ماها چیزی به نام دستمزد دریافت نمی کند، بلکه سیل تعطیلی مکانهایی که به واسطه کار در آنها اندکی نان بر سر سفره خیش می آوردند و همچنین واردات بی رویه سبب آن گشته است که اینان حتی دیگر مشغول کار هم نباشند، که اگر کاری هم باشد عده‌ای ترجیح می دهند برای صرف جویی در هزینه و ده‌ها توجیه دیگر مهاجران کشورهای همسایه را به استخدام خیش درآورند. گاه که نجیبانه بغض‌های فرو خورده‌شان می شکند و بی صدا فریادهاشان را سر می دهند، همانانی که روزگاری برای کسب قدرت تازه به خاطر می آوردند که چون این طبقه هم وجود دارد و چنان تعابیری در وصف این طبقه به کار می بردند و اینگونه وانمود می کردند که در اندیشه و برنامه هایشان بدون وجود این طبقه و تأمین حقوقشان چرخ صنعت به حرکت در نمی آید، در کمال ناباوری بر همین طبقه می تازند و بیا مهربانتر وعده های سر خرمن می دهند و هم در سطح جامعه نیز در حد یک تیتر باقی می ماند. اگرچه اوضاع نابسامان اقتصادی سبب آن می شود تا به لحاظ معیشتی اندک شراکتی همدلانه با تجربه این طبقه داشته باشیم، اما گاه در کشاکش و کوران رویدادها فراموش می شوند و گاه از بد روزگار وضعیت این طبقه در حافظه ما دچار روزمرگی می گردند. اما وظیفه اخلاقی و مسئولیت همه ما به ویژه گروه‌ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی و همچنین رسانه‌ها حکم می‌کند که به یاری کارگران و زحمتکشان و در جهت تحقق مطالباتشان بشتابیم تا بیش از این در جامعه فراموش نگردد.